بینندگان محترم سلام مجدد. در غرفه ی انجمن صنفی تولید کنندگان قارچ خوراکی ایران سالان 10 و 11 غرفه 54-55 هستیم. یک مصاحبه دیگر، یک گزارشی که در خدمت استاد بزرگ خودم جناب آقای دکتر بهداد فتاحی مشاور صنفی و مشاور استراتژی شرکت محترم سحر و سهیل کمپوست. خب ضمن خوش آمدگویی از جناب شما آقای دکتر، شروطا نظرتون رو البته در رابطه با وضعیت نمایشگاه امسال، پربار بودن نبودن و همچنین در رابطه با وضعیت قارچ، در رابطه با وظایف انجمن، به طور کلی هر چیزی که دوست دارید و دل تنگتون میخواد بفرمایید. سلام عرض میکنم، تشکر میکنم از مجموعه زحمتایی که کشیدید. میدونم یکی چند سالی ما تو این نمایشگاه بسیار بسیار مهم اگریفود شرکت نداشتیم و امسال با همت برگزار کننده عرض شود که محترم این کار رو انجام دادیم و تونستیم توی همچین واقعی مهمی شرکت کنیم. مهمترین مسئله که به نظرم میرسه در مورد نمایشگاه اینه که چون تمام تولید کننده ها در تمام طبقات مختلف مواد غذایی و صنایع وابسته حضور دارن، حضور قوی ما به صورت یک غرفه کاملا حرفه‌ای و عرض شود که از طریق انجمن صنفی یک دلگرمیه برای تولید کننده، یک تبلیغ بسیار عالی است برای صنف قارچ، صنعت قارچ و یک پیامی میرسونه به مردممون، به سایر تولید کننده ها که ما یک عدد بزرگی شاد. هیچ کدوم از صنایع غذایی ما از نظر رتبه و نظر رنکینگ تو این حد نباشن، چون ما مقام ششم تولید قارچ خوراکی در جهان هستیم و خیلی ها نمیدونن این رو. خیلی از فواید قارچ رو توی شرایطی که الان هستیم، شرایط تحریم، مسائل اقتصادی روز، خیلی از خانواده ها این رو نمیدونن که بهترین جایگزین پروتئین در خانوارها برای چون اینو تو این 20 ساله اینجوری جا افتاده که تو فست فود ها معمولا میتونیم از قارچ استفاده کنیم، ولی هر خانواده‌ای که تونسته اینو توی خورشت‌های سنتی مثل قیمه، قرمه سبزی و سایر مواد غذایی این رو به کار ببره، دیده که چه جایگزین سالمی است. و یه آماری رو از روی یه مجله معتبر اروپایی میخوندم که در دهه 90 میلادی کشور هلند جز 3 کشوری بود در اروپا که بالاترین آمار آرتریو اسکلروزیس، تصلب شرائین و بیماری قلبی عروقی رو داشت به خاطر سرانه زیاد مصرف گوشت قرمز. و از اون سال با افزایش فرهنگ مصرف قارچ اینا تونستن به سرانه مصرف قارچ 7.5 کیلو برسن، چیزی که در ایران 1.5 کیلو تقریبا و یه جایگزین بسیار محکمی است برای گوشت قرمز، چون کلسترول نداره به خاطر اینکه بهترین نوع پروتئین رو برای بدن داره. و هلندی ها بعدش کشور آلمان و بعد بریتانیا تونستن با فرهنگ سازی افزایش مصرف قارچ خوراکی رو نهادینه کنن و این سال هاست جا افتاده. خیلی از بیماری ها، چون نه تنها مسئله پروتئین و تامین پروتئین رو داره قارچ، هر قارچی خواص دارویی داره، یعنی همین قارچ دکمه سفید که قارچی است که تو ایران جا افتاده و داریم استفاده می‌کنیم، ده ها مسئله درمانی داره، ده ها المانی توش هست که میتونه جایگزین ساپلمنت ها باشه و ریز مغذی ها رو در بدن انسان جبران کنه، تامین کنه. و واقعا من فکر میکنم اگه کسی یک هفته این رو جایگزین گوشت قرمز بکنه، میتونه از کلی از امراض بیماری ها دور بمونه. امسال این بخت یار صنف تولید کننده قارچ بوده که با یه مدیریت هماهنگ و پیوسته، با عرض شود که اجرای بسیار عالی و حرفه‌ای، ما توی مهمترین شاد واقعی صنایع غذایی کشور حضور داشته باشیم و اینو باید غنیمت بشماریم و سالهای آینده در ابعاد و اشل بزرگتر با قدرت بیشتر حضور پیدا کنیم. و به نظرم بازخورد مثبتی خواهد بود. باید به سمتی بریم مثل همه کشورهای
پیشرفته دنیا که این بشه یک پایه‌ای برای تغذیه سالم در جامعه ما. خیلی از مصارف دارویی که هزینه است بر گردن دولت‌ها، مخصوصا دولت ما که هزینه سوبسید بسیار عظیمی برای واردات دارو داریم میدیم، برای تولید دارو بیماری‌های وابسته داریم میدیم، میتونیم با تغذیه سالم این رو، این هزینه رو برگردانیم به خزانه و در جهت دیگه ازش استفاده بشه، در جهت توسعه کشور، در جهت پیشرفت ارشد جامعه. و خیلی خوشحالم که امسال تو این واقعه شرکت کرده انجمن و با زحمات شایسته شما این یک برگزاری کاملا منطقی، کاملا قوی و رو به پیشرفته. امیدوارم که سالهای آینده بتونیم بهتر از امسال این واقعه رو همراهی کنیم و یه بازخورد خوبی ازش بگیریم. خیلی ممنون. نظرتون در رابطه با رسالت انجمن چیه؟ که انجمن یه سری وظایف داره برای کمک به، یعنی دفاع از حقوق تولید کننده. آیا انجمن تونسته این رسالت رو تو این چند وقته یا تو این هیئت مدیره جدید یا به طور کلی نظر خودتون الان انجام داده یا نه؟ سوال خیلی مهمی رو کردین. سوال بسیار، یعنی مهمترین مسئله صنفی الان ما فکر می‌کنم همین است که شما فرمودید. ما نیاز به همراهی و جذب حد اکثری داریم توی این صنف تولید کننده، از کمپوست، قارچ، صنایع وابسته، همه. یک بخش کوچیکی از این که صنعت کمپوستینگ باشه و تولید بستر رویش تونستن به یه همگرایی برسن و خب کمک انجمن هم بسیار شایسته بوده، بسیار مهم و مؤثر بود که انجمن تونست این کار رو انجام بده و از دل انجمن یک هیئت امنای تنظیم بازار از تولید کنندگان کمپوست تشکیل شد. ولی این حداقل دو پله دیگه داره که یه پله خیلی مهمش جامعه تولید کننده قارچ خوراکی است که اونها هم باید یک همچین خروجی داشته باشن و بتونن به یه همگرایی برسن. شاید قدیم اینجوری فکر میکردیم که اگر این 10 نفری که هستن توی انجمن نظرهای همسو داشته باشن کار راحت تره، ولی الان به این باور رسیدیم که همه باید نظرشون مختلف باشه و از این همه نظرات مختلف و انرژی های غیر یکسان ما بتونیم یه خروجی مشترک بگیریم در جهت اعتلاء صنعت. انجمن خیلی زحمت کشیده، چه هیئت مدیره قبلی و چه هیئت مدیره‌ای که الان در رأس کار هست. البته خیلی کار انجام نشده داریم، خیلی مسائل رو داریم که حالا باش فاصله داریم، ولی داره قدم به قدم پیش میره با زحمت بزرگان صنف، با زحمات آقای دکتر افشار رئیس محترم انجمن و دیگر اعضا. فقط یه چیزی که برای من خیلی همیشه جای تأسفه اینه که ما با یک جامعه 1200-1300 تایی در تعداد تولید کنندگان کشور روبرویم، ولی خب تعداد کمی از اینا رو، شاید هم این ضعف ماست، تعداد اندکشون رو تونستیم جذب کنیم و این رسالت انجمن اینه که بتونه جذب حداکثری کنه و تعداد حداقل با 70% این تولید کنندگان جزء انجمن باشن و راهگشان یا میشه 1000 خورده‌ای فکر، 1000 خورده‌ای تر، و اگه از این یه خروجی بگیریم برد با ماست. هر چقدر تعداد بیشتر بشه، چه اونایی که 100% مخالفن با راهکارا و راهبردهای انجمن ما، چه اونایی که موافقن، اینا همه باید جذب بشن و از توش یه خروجی خوب بگیریم، بتونیم ان‌شاءالله یه انجمن خیلی قوی تر. ما میدونید که یکی از قدیمی ترین NGO ها و انجمن های صنفی کشور هستیم و من به شخص خودم انتظارم خیلی تعداد بیشتری است. این نیاز به همکاری داره. البته قارچکار باید این رو لمس کنه که فکر میکنم در چند ماه آینده این تغییر رو میخواهد دید که ما یک جهش تصاعدی میکنیم در زمینه صنایع، در زمینه عرض شود که استحکام پایه های تولید و عرضه به قیمت، عرضه مناسب. این اتفاق که بیفته قطعا تعداد بیشتری رو انجمن میتونه جذب کنه، ولی در کل من فکر میکنم کارهای بزرگی انجام شده، خصوصا تو یکی دو سال که از بزرگترین مسائلی که داشتیم امسال ما
مسئله قارچ‌های وحشی رو نداشتیم. یعنی با همت انجمن خوراکی تونستیم یه همچین موزلی رو راهکار بدیم و مانع بشیم که هموطنامون دچار آسیب جسمی بشن و این نیاز به یه کار شبان روزی داشت که انجمن قبلی و این هیئت مدیره محترم جدید دست به دست هم تونستن این رو پله پله پیش ببرن و به یه راهکار مشخصی برسیم که حتی یک نفر امسال ما نداشتیم که در اثر مصرف قارچ‌های وحشی دچار آسیب بشه، چون به خوبی از طریق رسانه اطلاع رسانی کردیم و کار بسیار پرهزینه و پردردسری بود، ولی انجمن کاملا توفیق داشت تو این مسئله. در کل واقعا میتونم بگم که تبریک میگم به داشتن همچین انجمنی و همچین خروجی که واقعا خیلی شایسته است و البته خیلی بازم جای پیشرفت.